سر خط خبرها. تغییر وضعیت تهران از زرد به نارنجی. مسافران 3 روز فرصت دارند تا از پایتخت خارج شوند. تحویل جسد آزاده نامداری به خانواده‌اش. پزشکی قانونی اعلام علت مرگ را به نتیجه آزمایش ها موکول کرد. افزایش قابل توجه معلولان جنگ در افغانستان. کمیسیون حقوق بشر خواهان سهم‌دهی به آنها در مذاکرات صلح شد. و 1 ساعت خاموشی، زمانی برای تأمل درباره نجات زمین از تغییرات اقلیمی. سلام، شما عصرتون بخیر. خوش اومدید به اولین بخش خبری زنده امروز یکشنبه 8 فروردین برابر با 28 مارس از تلویزیون فارسی بی بی سی. در ایران، تهران به جمع شهرهای نارنجی یعنی پرخطر از نظر شیوع کرونا پیوسته. به این ترتیب ورود خودروهای دارای پلاک غیر بومی به پایتخت و خروج پلاک‌های بومی از آن ممنوع شده و مسافران باید ظرف حداکثر 3 روز از این شهر خارج شوند. همچنین اعلام شده که سینماهای تهران و کرج از فردا تعطیل است. به دنبال سفرهای نوروزی و دید و بازدیدهای عید، تعداد شهرهای قرمز و نارنجی در ایران بیشتر شده. مینا جوشغانی گزارش می‌دهد. پیامد اجتناب ناپذیر دید و بازدیدها و سفرهای نوروزی. همانطور که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند، شیوع کرونا سرعت یافته و حالا تهران، پایتخت هم از وضعیت زرد به مرحله نارنجی یعنی پرخطر رسیده و این به معنای اعمال محدودیت‌های جدید است. ورود خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی به شهرهای نارنجی ممنوع است و خروج خودروهای با پلاک بومی هم ممنوع، هم در سفرها و هم در دستگاه‌های خدماتی. ولی دستگاه‌هایی که خدمات ضروری ارائه می‌کنند، 1/3 کارکنانشون رو باید کم کنن و دستگاه‌هایی که سایر خدمات رو ارائه می‌کنن باید نصف خدماتشون رو کم کنن. آقای حریچی از مسافران در شهرهای قرمز و نارنجی خواست ظرف حداکثر 72 ساعت از این شهرها خارج شوند. بنابر تازه‌ترین گزارش ستاد ملی مقابله با کرونا، تا دیروز تعداد شهرستان‌های قرمز از 9 شهرستان در پیش از نوروز به 23 شهرستان رسیده. تعداد شهرستان‌های با رنگ نارنجی که تهران هم به آنها اضافه شده از 31 به 44 افزایش یافته. 287 شهر نیز در شرایط زرد هستند و 94 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. فرمانده عملیات مقابله با کرونا در پایتخت می‌گوید تعداد قابل توجه مراجعه کنندگان سرپایی که نتیجه آزمایش سریع آنها مثبت است، نگران کننده است. 2728 بیمار کرونایی در استان تهران در حال حاضر بستری هستند که تقریباً از هر 3 بیمار کرونایی ما 1 بیمار به دلیل وخامتی‌ها در ICU بخش مراقبت ویژه. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از افزایش 100% مراجعان سرپایی به مراکز کرونایی این استان خبر داده و گفته که نوع غالب ویروس کرونا هم از نوعی است که اولین بار در بریتانیا مشاهده شد. این نوع کرونای جهش یافته با قدرت سرایت حدود 70% بیشتر، مقامات استانهای دیگر را هم نگران کرده. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران هم نسبت به شیوع موج 4 بیماری در این استان هشدار داده و دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم گفته که ظرفیت بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان‌های این استان در آستانه تکمیل شدن است. خبرهای مربوط به کرونا در ایران اما فقط مربوط به تلفات و نگرانی ها نیست. مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی اعلام کرده که با ادامه روند فعلی ساخت واکسن، مرحله دوم آزمایش انسانی واکسن ایرانی رازی کوف پارس از حدود 2 ماه دیگر آغاز می شود. این اولین واکسن از نوع تزریقی استنشاقی است. این مؤسسه گفته که تا به حال 80 داوطلب مرحله اول تست انسانی واکسن رازیکوف پارس را دریافت کردند و عارضه خاصی نداشتند. تولید واکسن‌های داخلی اگر ایمن و مؤثر باشند امید بخش است، اما انتقاد مردم و بعضی از مقامات از جمله دبیر شورای عالی نظام پزشکی از اقدام دیرهنگام برای وارد کردن واکسن‌های خارجی و کندی در توزیع و تزریق آنها کماکان ادامه دارد. مینا جوشغانی، بی بی سی.
اداره پزشکی قانونی تهران میگوید که هیچ علائمی از آثار ضرب و جرح یا بارداری در پیکر آزاده نامداری مشاهده نشده و علت مرگ او بعد از مشخص شدن نتایج آزمایش‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی اعلام خواهد شد. جسد این مجری سابق تلویزیون ایران عصر دیروز در خانه‌اش در غرب تهران پیدا شد. خبر درگذشت او واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشته. همکارم فرین عاصمی که موضوع رو دنبال کرده با ماست تا بیشتر صحبت بکنیم. فرین، همون ساعت اولیه که این خبر منتشر شد خبرهای زد و نقیض هم در این باره منتشر میشد و اطلاعات و شایعات زد و نقیض. الان دقیقا چه چیزهایی رو میدونیم؟ دقیقا فرضیه های مختلفی از دیشب تا حالا مطرح شده از طرف مقام ها و منابع مختلف، حالا بدون اسم و با اسم. در نهایت امروز محمد شهریاری معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی تهران گفته که فرضیه قتل خانم نامداری منتفی هست، هیچ آثار ضرب و جرحی روی بدنش دیده نشده و بارداری اون رو هم تکذیب کرده، چون از دیروز یک صحبت های در مورد بارداری شده بود اما آقای شهریاری اون رو تکذیب کرده و گفته که دوربین های مدار بسته چک شدن، تلفن همراه خانم نامداری چک شده و دستنوشته از اون پیدا شده که از دخترش خدافظی کرده و این فرضیه خودکشی رو یک مقداری شدت بخشیده. البته هنوز مشخص نیست که واقعا دلیل فوت ایشون چیه، به خاطر اینکه آزمایش ها هنوز به صورت کامل انجام نشده و نتایج آزمایش ها هنوز وقتی نیامده نمیتونن اعلام بکنن. خود خانم نامداری به مسئله بارداریش واکنش نشون داده بوده چند هفته پیش، چند روز پیش، و اون رو تکذیب کرده بوده. بنابراین الانم که پزشکی قانونی بارداریش رو تکذیب کرده و فعلا منتظر نتایج هستیم. پیکرش به خانواده‌اش تحویل داده شده و قراره که فردا در بهشت زهرای تهران در قطعه هنرمندان دفن بشه. فرید، می‌دونیم که خانم نامداری شخصیت خبرسازی بود، کمی از سابقه او بیشتر برامون توضیح بده. بله درسته، خانم نامداری مجری صدا و سیما بوده، سالها با حجاب با چادر در تلویزیون حضور داشته و همیشه از این حجابش دفاع میکرده، ولی انتشار تصاویری از سفر شخصیش به سوئیس در حالی که بدون حجاب بوده، در حال نوشیدن الکل بوده، باعث شد که خیلی جنجال و سر و صدای زیادی برپا بشه و خیلی ازش انتقاد بشه و اون رو به ریاکاری یا دروغگویی متهم بکنن به خاطر اینکه قبلا خودش از حجاب دفاع کرده بوده. خانم نامداری پاسخ هم داده بود به این انتقادات، گفته بود که در کنار محارمش بوده و این تجسس در زندگی خانوادگیشه، ولی خب همه اشاره میکردن به مصاحبه‌ای که به روزنامه وطن امروز داشته و گفته بود که خدا رو شکر که چادریه. این جملهش خیلی باعث شد که انتقادهای زیادی بهش بشه، واکنش‌های زیادی داشت. خود خانم نامداری زندگیش خیلی در سالهای اخیر جنجالی بوده. در مورد ازدواج اولش که با یک مجری صدا و سیما بود، در نهایت موقعی که ازدواجش به پایان رسید، این پایان ازدواجش رو با عکسی از چشمی که کبود شده بود در اینستاگرامش منتشر کرد و اونجا به این ترتیب اعلام کرد که ازدواجش به پایان رسیده. حاشیه‌های زیادی در زندگیش داشت، ولی خب به هر حال هنوز علت فوتش به صورت قطعی مشخص نیست و هنوز پزشکی قانونی نتیجه رو اعلام نکرده. متشکرم از توضیحاتت همکارم فرین عاصمی. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه. از دیروز که سند همکاری 25 ساله ایران و چین امضا شد، نگرانی و انتقاد از اعلام نکردن مفاد این سند بالا گرفته. در پاسخ به این انتقادها، رضا زبیب مدیر کل شرق آسیای وزارت خارجه ایران گفته آنچه که امضا شده یک نقشه راه است که به گفته او تعهدآور نیست و به همین دلیل لازم نیست منتشر شود. او گفته طبق قانون موافقتنامه‌ها باید منتشر شوند، اما انتشار اسنادی که غیر تعهدآور هستند خیلی متداول نیست و تحریم هم بیشتر مانع این کار شده. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید 11 بدهکار بزرگ 90 هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکارند. عبدالناصر همتی همچنین گفته در دو سال گذشته برای تامین بخشی از بودجه دولت پول بیشتری چاپ شده که تورم زاست. به گفته او بعد از یک دوره رکود به خاطر همگیری کرونا رشد اقتصادی ایران مثبت شده. وزیر ارتباطات ایران از سیاست فیلتر کردن اینترنت در این کشور انتقاد کرده. محمد جواد آذری جهرمی گفته که با ورود فناوری‌های جدید فیلترینگ منسوخ خواهد شد. او پیشتر هم از مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی در ایران انتقاد کرده بود. اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران در سخنرانی نوروزیش بر کنترل فضای مجازی تاکید کرد و گفت که باید آن را مدیریت کرد.
مسئولان برج آزادی تهران خبر دادند که در ساختمان این برج نمادین مخصوصا طبقه آخر ترک‌هایی ایجاد شده. آنها احتمال دادند که دلیل ایجاد این ترک‌ها ارتعاشات ناشی از شلیک 8 گلوله توپ مشقی باشد که در مراسم لحظه تحویل سال نو در میدان آزادی شلیک شدند. به گفته مسئولان برج آزادی این مراسم بدون هماهنگی با آنها برگزار شد. کشتار معترضان به کودتای ارتش در میانمار واکنش‌های بین‌المللی در پی داشته. وزرای دفاع 12 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، کره جنوبی و ژاپن سرکوب خونین معترضان را محکوم کردند. دیروز بیش از 100 معترض کشته شدند و به این ترتیب خونین‌ترین روز اعتراضات دو ماه گذشته در میانمار رقم خورد. محمد امینی گزارش می‌دهد. ادامه اعتراضات در میانمار. با وجود کشته شدن بیش از 100 نفر توسط نظامیان و نیروهای امنیتی، معترضان به کودتای دو ماه پیش امروز هم در پایتخت و دیگر شهرها به خیابانها آمدند. نظامیان دیروز در حالی معترضان را به گلوله بستند که روزشان بود، روز نیروهای مسلح. رژه و ابراز آمادگی در حالی صورت می گرفت که شهروندان به ضرب گلوله همقطاران رژه روندگان به خاک و خون کشیده می شدند. وزرای دفاع 12 کشور که در یک اقدام کم سابقه برای محکوم کردن وقایع دیروز میانمار بیانیه دادند، به این نکته اشاره کردند که یک ارتش حرفه‌ای تابع استانداردهای بین المللی و مسئول حفاظت از مردم است، نه آسیب رساندن به آنها. An airstrike was carried out late last night by the Myanmar military against. دیشب ارتش در استانهای مرزی همجوار با تایلند دست به بمباران هوایی زد. در آنجا گروه‌های مسلحی علیه ارتش فعالیت می‌کنند. گزارش‌هایی که برای بی بی سی تایید شده از کشته شدن 3 نفر حکایت دارند. امروز گزارش‌هایی دریافت کردیم که از آماده شدن خانواده‌های بیش از 100 کشته دیروز برای دفن کشته‌ها حکایت دارند. در مجموع در دو ماه گذشته بیش از 440 نفر کشته شدند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز به سرعت دست به توییتر شد تا کشتار میانمار را محکوم کند. او نوشت که ما از این وقایع وحشت زده شده ایم. آقای بلینکن گفت که مردم حاکمیت ترور و وحشت را نخواهند پذیرفت. توماس اندروز گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در میانمار به تازگی هشدار داده که وضعیت میانمار رو به وخامت است. او گفته دو ماه است که واکنش بین المللی در حد محکومیت لفظی بوده. فقط محکوم کردن لفظی دارد به هنای بیرنگ تبدیل می شود. مردم میانمار انتظار دارند که جامعه بین المللی با نظامیان بیرحم میانمار برخورد کند. شورای امنیت سازمان ملل باید اقدام کند. این شورا برای چنین مواقعی درست شده. ظرف دو ماه گذشته مسئله میانمار اصلا برای بحث و ارائه قطعنامه به صحن شورای امنیت سازمان ملل نیامده. اگر آمد و نتیجه نداد، کشورهای همسو می توانند به شکل هدفمند و قاطعی دست به تحریم کودتاچیان بزنند. معلوم نیست که چرا شورای امنیت سازمان ملل در دو ماه گذشته فقط نظاره‌گر تحولات میانمار بوده و به صدور بیانیه و محکومیت لفظی بسنده کرده. ولی یک حقیقت روشن است. حکومت نظامیان میانمار به طور سنتی پشتگرم به حمایت بعضی از کشورهای منطقه از جمله روسیه است. دولت تازه کار جو بایدن در آمریکا هم احتمالاً نگران همراهی نکردن روسیه بر سر ماجرای میانمار است. وقتی شورای امنیت سازمان ملل مثل ماجرای جنگ سوریه درگیر بن‌بست میان منافع اعضا می شود، معمولاً نتیجه مشخص است. دو روز پیش، الکساندر فومین، معاون وزیر دفاع روسیه، در دیدار با مینگ آنگ هلینگ، فرمانده کل ارتش میانمار که رهبری کودتا را هم در دست دارد، با تأکید بر ادامه صادرات تسلیحات به آن کشور، گفت روسیه مایل به تعمیق روابط با دولت میانمار است. محمد امینی، بی بی سی. نگاهی دوباره کنیم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. به دنبال تشدید شیوع کرونا در تهران، وضعیت پایتخت ایران از زرد به نارنجی تبدیل شده و مسئولان از مسافران خواستند ظرف 3 روز از این شهر خارج شوند. اداره پزشکی قانونی تهران میگوید علت مرگ آزاده نامداری، مجری سابق تلویزیون ایران، بعد از آزمایش‌های سمشناسی و آسیب‌شناسی مشخص می‌شود. در ادامه این برنامه
یک ساعت خاموشی، زمانی برای تأمل درباره نجات زمین از تغییرات اقلیمی. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که در 15 سال گذشته تعداد افراد معلول در این کشور بیش از 11% افزایش داشته. این کمیسیون برای جلوگیری از افزایش روزافزون شمار معلولان خواستار آتش‌بس و پایان جنگ شده. بر اساس گزارش این کمیسیون حدود 14% جمعیت افغانستان معلول هستند. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. داستان بیش از 1500 فرد معلول که در تحقیق تازه کمیسیون حقوق بشر شرکت کردند پر است از مشکل. مشکلاتی که از خانه شروع می شود و در بیرون از خانه ادامه دارد. 38% گفتند در خانه و اجتماع مورد خشونت، توهین، تحقیر و آزار قرار گرفتند. بیش از 71% آنها به آموزش دسترسی ندارند. دست کم 18% از نبود خدمات بهداشتی شکایت دارند و نزدیک به 70% هم محروم از کار هستند. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید شمار معلولان روز به روز بیشتر می شود. از این رو فراهم کردن سهولت های زندگی برای آنها یکی از ضرورت های اصلی است که حکومت باید به آن توجه کند. ما در کمیسیون فقط با آمار مجروحیت افراد ملکی میپردازیم، افراد غیر نظامی، و مو خودش تکان دهنده است. ولی ما میفهمیم که در بین نیروهای امنیتی هم معلولیت یکی از موارد است که افرادی که دارای معلولیت هستند در بین نیروهای امنیتی هم با توجه کافی و حمایت کافی برخوردار نیستند و با چالش‌های مختلف روبرو هستند. بیش از 40% مصاحبه شوندگان در تحقیق تازه کمیسیون حقوق بشر در نتیجه جنگ از جمله انفجار ماین معلول شدند. قربانیان اصلی جنگ که گفته می شود آنطور که باید در روند صلح سهم ندارند. کمیسیون حقوق بشر می گوید جایگاه معلولان باید در این روند تثبیت شود. اگر نتانیم که جای قربانیان را و جایگاه قربانیان را در پروسه صلح داشته باشیم، چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که ما میتونیم یک صلح فراگیر و صلحی را که مورد قبول همگی باشه در افغانستان داشته باشیم؟ این کمیسیون خواسته که برنامه‌های حمایت اجتماعی از معلولان در بخش‌های بهداشتی، آموزشی و اقتصادی توسعه یابد. به نظر می‌رسد اما برآوردن این خواسته در کشوری که نزدیک به 4.5 میلیون نفر معلول هستند کار بسیار دشواری است، به ویژه برای دولتی که با مشکلات و چالش‌های زیادی دست به گریبان است. علی حسینی، بی بی سی، کابل. و در خبر دیگر از افغانستان، وزارت داخله گفته پلیسی که یک زن را شلاق زده بود برای همیشه از کار در نظام محروم شده. انتشار تصاویر این ماجرا که در گذرگاه مرزی ترخم در شرق افغانستان اتفاق افتاد در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های گسترده‌ای داشت و بحث‌های زیادی درباره رفتار پلیس مطرح شد. ده ها شهر در سراسر آمریکا شاهد تجمعاتی در حمایت از آسیایی ها بودند. در این تظاهرات که در پی کشته شدن 6 زن آسیایی تبار در شهر آتلانتا در حدود 2 هفته پیش صورت گرفت، تجمع کنندگان از نمایندگان کنگره و مجالس ایالتی خواستند تا هرچه زودتر قوانین را برای مقابله با نفرت نژادی علیه آسیایی تباران تصویب کنند. در یک سال گذشته و بعد از بروز همه‌گیری ویروس کرونا، جنایات نژادی علیه آسیایی‌ها در آمریکا بیشتر شده. همکارم خشایار جنیدی از واشنگتن با ماست. خشایار، دامنه‌های این ماجرا هی داره گسترده‌تر میشه در آمریکا. بله، به خصوص بعد از تیراندازی 16 مارچ 26 اسفند در آتلانتا که مرگ 8 نفر رو به همراه داشت، از جمله 6 زن آسیایی تبار. البته دادستانا هنوز به طور رسمی ارتباطی برقرار نکردن بین این حادثه و بحث نفرت نژادی، اما همین موضوع باعث شد که نگرانی در مورد افزایش موارد مربوط به نفرت نژادی علیه آسیایی تباران، افرادی که اصالتاً از شرق دور آسیا میان، به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا و اینکه این همه‌گیری از چین آغاز شد افزایش پیدا کنه. همون زمان هم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشون داد. تجمعاتی که روز گذشته در سراسر آمریکا دست کم در 60 شهر از
واشنگتن دی سی و نیویورک گرفته تا پورتلند و اورگان برگزار شد هم به دعوت گروه‌های حامی اقلیت‌های نژادی بوده. اینها خواستار این هستن که کنگره آمریکا هر چه زودتر لایحه مربوط به مقابله با نفرت نژادی ناشی از کووید 19 رو تصویب کنه. میگن در یک سال گذشته 3800 مورد خشونت نژادی علیه افرادی که آسیایی تبار هستند اصالتاً از شرق دور میان رخ داده در آمریکا، چه به صورت کلامی و آزارهای کلامی، چه به صورت اعمال فیزیکی و ضرب و شتم علیه اینها، و این نگرانی در حال افزایش است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه بار دیگر در توییتر حمایت خودش را از آسیایی تباران در مواجهه با این گونه خشونت‌های نژادی اعلام کرد و از کنگره خواست هرچه زودتر قانون مربوط رو تصویب کنه. متشکرم از توضیحات همکارم خشایار جنیدی از واشنگتن. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه. یک کلیسای کاتولیک در شهر ماکاسار اندونزی هدف بمبگذاری انتحاری قرار گرفته. در این حمله دست کم 10 نفر زخمی شدند. انفجار زمانی رخ داد که عبادت کنندگان بعد از مراسم یک شنبه پیش از عید پاک از کلیسا خارج می شدند. هنوز کسی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. در ادامه درگیری‌ها در یمن، عربستان می‌گوید که 2 قایق پر از مواد منفجره را در بندر هدیده منهدم کرده. مقام‌های سعودی گفتند که این 2 قایق به شبه نظامیان حوثی که مورد حمایت ایران هستند تعلق داشت. به گفته آنها، حوثی‌ها می‌خواستند از این مواد منفجره در حمله جدید استفاده کنند. هفته پیش و با ورود جنگ یمن به 7th سال، عربستان یک طرح صلح به حوثی‌ها پیشنهاد داد. این گروه هم آن را فاقد محتوای جدید خوانده. عربستان بزرگترین صادرکننده نفت جهان میگوید که برنامه‌هایش برای کاهش انتشار کربن، کاهش آلودگی و مقابله با تخریب زمین را تسریع کرده. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان اعلام کرده که این کشور تا سال 2030 میلادی نیمی از انرژی مورد نیازش را از منابع تجدیدپذیر تامین خواهد کرد. او همچنین گفته که کشورش می‌خواهد 10 میلیارد درخت بکارد و کشورهای همسایه را هم به مشارکت در بزرگترین طرح احیای جنگل‌ها در جهان تشویق کرده. مسئولان کانال سوئز در مصر میگویند تلاش شبانه روزی برای شناور کردن یک کشتی عظیم باربری که این کانال را مسدود کرده ادامه دارد. انتظار می‌رود یدک‌کش‌های جدیدی امروز از راه برسند، با این امید که با کمک جزر و مد بشود این مسیر آبی را تا فردا باز کرد. کشتی اورگیون 6 روز است که از پهلو در این کانال گیر کرده. دیشب و در مسابقه‌های انتخابی جام جهانی 2022 قطر در قاره اروپا، تیم‌های ملی 3 کشور آلمان، هلند و نروژ به شرایط کار کارگران خارجی که در استودیوم‌های جام جهانی در قطر کار می‌کنند اعتراض کردند. قطر در پاسخ به این انتقادها گفته در سال‌های اخیر تغییرات بنیادی برای بهتر کردن شرایط کارگران در این کشور ایجاد کرده و در گزارشی که به تازگی منتشر شد می‌گوید که از سال 2010 6500 نفر از اتباع خارجی در قطر فوت کردند. قطر میگوید بسیاری از این مرگ‌ها مربوط به ساختن استودیوم‌ها نبوده و با توجه به جمعیت اتباع خارجی شاغل در این کشور اتفاق افتاده. در سراسر دنیا چراغ‌های اماکن دیدنی به مدت 1 ساعت خاموش شدند. این بخشی از برنامه سالانه است که ساعت زمین نام دارد و هدفش تشویق به مبارزه با تغییرات اقلیمی است. ساعت زمین از 14 سال پیش از سیدنی استرالیا شروع شد و حالا در 7000 شهر برگزار می شود. گیل مکللن گزارش می دهد. 3, 2, 1 چراغ‌ها خاموش می شوند در سراسر دنیا. شروعش از آسیاست. مکان‌های معروف تاریک می شوند. همه برای مقابله با تغییرات اقلیمی. برای لحظاتی کوتاه مصرف انرژی در همه جای زمین کاهش می‌یابد. گرمایش زمین الان خیلی جدی و روی همه مردم زمین اثر میذاره، چون ما همه بخشی از زمینیم. اگه کار ساده‌ای بتونه به زمین کمک کنه به نظرم عالیه. صندوق جهانی طبیعت که مسئول این برنامه است می‌خواهد اثر تخریب منابع طبیعی یا جنگل زدایی و خراب کردن زیستگاه حیوانات را بر پیدایش بیماری‌هایی که از حیوانات به انسان‌ها منتقل می‌شوند نشان دهد.
پیامش این است که اگر اقدامی نکنیم بیماری‌های همه‌گیر بیشتری در راه خواهد بود. یک ساعت کافی نیست. ما باید بفهمیم که تغییرات اقلیمی یک مسئله است. با اینکه یک ساعت ممکن است زود گذر باشد، تاریکی ناگهانی در جاهایی که پر از نور بوده قطعا تاثیرگذار است و باعث می شود کمی درنگ و تأمل کنیم. گل مکلالن، بی بی سی نیوز. در دومین قسمت از نگاهی به رویدادهای مهم موسیقی ایران در 100 سال اخیر، این بار به اولین روزهای قرن 14 برمیگردیم، زمانی که علی اکبر شیدا و عارف قزوینی، دو تصنیف ساز برجسته، مفهوم ترانه های ایرانی را دگرگون کردند. در این ایام شاعران آزادی خواه مشروطه مثل میرزاده عشقی اولین تلاش برای اپرا نویسی در ایران را آغاز کردند. فرج بالفکن گزارش می‌دهد. پیش از آن که پرده نظام فرسوده ارباب رعیتی قاجاری فرو افتد، جمع آگاهی از هنرمندان و ادیبان به مدد مشروط خواهی پا به صحنه گذاشته بودند. بهارها، عشقیها، درویشخانها و بر تارکشان هم عارف قزوینی، پرچمدار این جریان ادبی هنری. جریانی که 100 سال بعد همچنان جاری است. شایع بود که میگفتن اگه عارف تصنیفی رو در تهران بخونه، یک هفته بعد میشه اون تصنیف رو در شیراز هم شنید. یعنی مردم خیلی اقبال داشتن، به رو می آوردن به تصنیف و تصنیف خوندن. نسخه کامل این گزارش رو میتونید در برنامه 60 دقیقه امشب ببینید. اما در فرصت کوتاهی که داریم یادآوری بکنم که همیشه هفت روز هفته 24 ساعت روز اگر میخواید از تازه ترین خبرها مطلع بشید، میتونید برید سراغ سایت فارسی بی بی سی. مطالب تحلیلی و گزارش‌های بیشتر هم از همین طریق در دسترس هست. www.bbcpersian.com آدرس ماست. اگر این بخش خبری را از دست دادید، تا لحظات دیگه با خلاصه خبرها با هم شما خواهم بود.